فعالیتی فستیوال سدرنگ چکان نزد میدان نشانی دولتی شهر بختر برگزار گردید. در فستیوال مذکور زنان و بانوان طراحان و هنرمندان را اوین صحوی رئیس ولایت ختلان و نماینده کمیته کاربازانان و اولیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همراهی کرده، برای تشکیل چنین یک فضای ایدونه و اهل هنر مخصوصا بانوان چکندوز ادرس و اطلس باف ایساری سپاس گفتند. در این روز فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت ختلان و امیده عبدالله‌زاده معاون سردار کمیته کاربازانان و اولیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده، پیرامون چکن و نقش و نگار آن تاریخ و علاقمندی زیش داشتن چکن به حیات و زندگی زنان و بانوان، عرف و عادت های نیاگان ایساری نظر کردند. گفته شد که طی چند سال اخیر حکومت جمهوری با راه اندازی نمودن فستیوال صدرنگ چکن تلاش می‌ورزد با بلند برداشتن فرهنگ ملی تاجیکی، تشویق و ترغیب لباس های ملی میانی نسل نورس سهم گذارند. فستیوال در 6 نامینیسیا برگزار کرده می شود. پیشنهاد نامینیسیا لباس های قدیمه، لباس های کودکانه، نامینیسیا لباس های روزمره، نامینیسیا لباس های جشنی و نامینیسیا لباس های پروتکلی که در کارگاه زنان و بانوان بار می کنند، و نامینیسیا آخرین این پیشنهاد سوزانی دوزی است که محصول داستانی پوریجوزی زنان و بانوان هنرمند ولایت ختلان را ما امروز پیشنهاد می کنیم. در خدمت اساسی این فستیوال طراحان و چکندوزان، بانوان و گلدختران از روی نامینیسیا یکی پای دیگری با لباس های فراخ و زیبای گلدوزی گشته، هنر و ملکه والای خویش را به نمایش گذاشته، پیراهن دلکش و شینم و زبدهنده زنی تاجیک بودن چکن را نشان دادند. وظیفه ما نسل کلانسال تربیه جوان دختران در روحیه خودآگاهی ملی، خودشناسی ملی، احترام گذاشتن و لباس و فرهنگ ملی است که این رسالت را ما با افاده نقش زنان و مادران با سواد در رشد فرهنگ ملی انجام می دهیم. در جنبه یک قطار طراحان و هنرمندان چیره‌دست ولایت برای اشتراک فعالانه در چهارابنی های فرهنگی ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، ترغیب و معرفی شایسته هنرهای مردمی مخصوصا ادرس و اطلس و چکن با دیپلم سرفراز گردانیده شدند.